به نام خداوند یکتا. دوستان، برنامه صبح زندگی تلویزیون آریانا با اولین گزارش ما از ساحه پل سرخ شهر کابل به گونه زنده خوش آمدید. دوستان ارجمند، من داخل یکی از کورس‌های آموزشی هستم، جایی که تعداد از محصلا یا تعداد از جوانا گرد هم میایند زیر یک سقف و آمادگی کنکور میآموزند. پس از سپری نمودن دوره مکتب یا 12 سال مکتب، آزمون سرنوشت سازی که صدر رای یک محصل قرار میگیره آزمون کنکور است. هر کس تلاش به این داره که در یکی از دانشگاه ها یا پانتونای خصوص ببخشید در یکی از دانشگاه یا پانتونای دولتی را پیدا بکنند. به همین خاطر کوشش میکنند که کورس‌های آموزشی یا کورس‌های آمادگی کنکور را فرا بگیرن تا بتانند نسبت به دیگر دوستایشان زودتر و به یک درجه خوبتر به یکی از رشته‌های دلخواه خود را پیدا بکنن. ما در این گل صبح هرچند با هم هماهنگی کردیم، کسانی که مسئولین کورس هستند، کورس موعود، البته به کورس موعود آمدیم، می‌خواهیم که هرچند شما خبر دارین که مدت وقت یا پیشتر قربانی هم داد این کورس، این نهاد آموزشی، و به می دلیل من این کورس را انتخاب کردم. گفتم بریم همراهی کسایی که آمادگی کانکور می آموزن و استادشان که تدریس می کنند. در این گل صبح که یک تعداد در خواب غفلت فرو رفتن یا ایست که اصلا در قصه موفقیت ها، در قصه آینده یا در قصه بعض موضوعات ارزشی دیگه نیستن، اما اینا در این گل صبح از خواب بیدار میشن و میاین درس میخوانن. این واقعا زیاد سخت است. اگر نه در این وقت، خصوصا در این روزای زمستان که هم کمپل یا لعاف که دارین سرتان گرمی میکنن، گرنگی میکنن، که باید از خواب نخیزین، بیدار نشوین. اما اینا شیطان را نمیگن، میاین به خاطر رسیدن به موفقیت، به خاطر رسیدن به هدف خود در گل صبح کار میکنن و میآموزن. هرچند استاد گفته ما که ما میاییم، اما ای که چه وقت میاییم؟ سلام به همه. استاد صبحتان بخیر. ما از برنامه صبح زندگی تلویزیون آریانا آمدیم، خواستیم ببینیم که در این گل صبح یک تعداد قرار خواب میباشن، اما یک تعداد که بیدار شدن صبح چگونه آغاز کردن؟ سلام و عرض ادب خدمت شما و خدمت تمام کسانی که فعلا ما را میبینن. صنف آمادگی کنکور هستن. اینا شاگردانی هستن که واقعا تصمیم خیلی بزرگی برای زندگی خودشان دارن و اهداف خیلی بزرگی دارن، و واقعا وقتی که ما در این صنف قرار میگیریم تفاوت را احساس میکنیم. تفاوت چی؟ تفاوت بین این اشخاص و اشخاصی که فعلا در بستر خواب هستن. چرا؟ اینا اراده خیلی محکم دارن و تصمیم خیلی درستی برای زندگی خود انتخاب کردن. بسیار خوب، میشه از خودتان شروع بکنیم؟ صبح چند بجه از خواب بیدار میشین و بالاخره کدام کارها رو انجام میتن بالاخره که میرسین به اینجا؟ خب ساعت درسی ما که ساعت 7 شروع میشه، خب ما معمولا باید یک و نیم ساعت زودتر از خواب بیدار شیم تا تمام کارهای خود انجام بدیم، نماز و تمام کارهای اولیه را انجام بدیم، بعدش بریم طرف وظیفه. تا ساعت چند تدریس میکنیم؟ تا ساعت 9. بله. خب گفتین که صنف آمادگی کنکور است. بله. در این صنف چند مضمون تدریس میشه؟ در صنف آمادگی کنکور در کل تمام مضامین تدریس میشه. ریاضی، فیزیک، کیمیا، مضامین ساینسی کلا تدریس میشه. چه مدت را در بر میگیره؟ آمادگی کنکور عمومی اگر باشه در حدود 8 الی 9 ماه در بر میگیره. چقدر وقت میشه جا منحیث استاد تدریس میکنه؟ خودم در حدود 5 سال میشه. پس یکی از حادثات علمناکی که رخ داد سر از کورس شما بودین؟ در این شعبه نبودیم، مثلا شعبه پل سرخ است، در شعبه برشی. شما اونجا تدریس نمیکردید؟ نه، من اونجا نبودم. در اون زمان که حادثه شد اونجا نبودم. بسیار تشکر از شما. اگر اجازه فامیلی شاگردایتان داشته باشم برایشون صحبت بکنیم. درست است. اجازه دارین دخترها و بچه‌ها؟ بسیار خوب. از قطار اول شروع میکنیم، از زنا. خود معرفی بکنین اول. سلام به شما، سلام به بیننده های عزیز. ناجی هستم، معلم کورس. مکتب خلاص کردی؟ بله، خلاص شد. از کدام مکتب؟ رابعه بلخی. رابعه بلخی اونجا؟ بله، کرتیچار. استاد نادره جان؟ بله، میشه. مدیریتان بودن؟ بله. بسیار خوب. شما خود معرفی کنین؟ اسمم زحل. زحل جان، شما فارغ شدین؟ بله. کدام مکتب؟ سردار کابلی. سردار کابلی علاودین کس؟ بله. بسیار خوب. میخواین دیگه که به آزمون کنکور اشتراک بکنین؟ بله. رشته دلخواهتان؟ ژورنالیسم.
میخواین جورنالیست شوید؟ بله. جورنالیست نشین که هر روز میکشن. خب علاقه دارم به همین رشته. اگر خوف و خطر هم وجود داشته باشه. بله. امروز یک نفر دیگه از دخترها صحبت میکنیم، هر کدامتان دلخواه حاضر میشین. دو طلب، باز میریم طرف بچه‌ها. امروز شما وقتی یکم استایلشون متفاوت‌تر است. خود معرفی بکنین؟ سلام علیکم، مجده هستم. مجده جان شما فارغ شدیم؟ بله فارغ شدم. کدام مکتب؟ سردار کابلی. سردار کابلی، رشته دلخواه شما؟ ژورنالیسم. کلش رقیبای من هستن. شما نگفتین رشته دلخواهتان؟ ژورنالیسم. چقدر جالب است. خب از بچه ها شروع میکنیم، ابتدا شما بگوین چه نورانی هم دارن. بله سلام علیکم، اسم من محمد سروش، از ولایت بدخشان. از بدخشان هستی؟ بله. حتما با شعر شاعری هم سرکار داری؟ اقنه. مردم بدخشان خب با ادبیات بسیار زیاد سرکار دارن. صنف چند هستی؟ صنف 11. مکتب خصوصی یا دولتی؟ دولتی لیسه غازی. لیسه غازی. میفهمین کو نفر اومد لیسه غازی فارغ شده بود؟ میفهمین کی میگم؟ نه. کسی که با وضعیت افغانستان در چند سال زیاد سر کار داره. بله. کی است؟ خلیزا. آه خلیزا. بشناسین؟ بله. آه بسیار خوب. شما خودم معرفی بکنین؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما، سلام بر برندگان عزیز. اسم من حسیب الله است، از ولایت تخار است، منسول خواجه بهاءالدین. خواجه بهاءالدین. بله. همونجا که یکی از رهبرها را زدن؟ بله همونجاست، دقیقاً. کدام رهبر بود؟ رهبر بزرگ احمد شاهی مسعود. امو بود؟ اشتباه نکنیم مسعود. صرف چندوم هستین؟ ما فارغ صنف 12 هم هستیم. بسیار خوب، رشته دلخواهیتان که میخواین در آزمون انتخاب بکنیم؟ رشته دلخواهی ما اقتصاد است. اقتصاد. پس اونا میخواین خبرنگار شوند، جورنالیست شوند، نام بکشن و شما میخواین پیسه دار شد؟ نیز آقا دیگه؟ خب هر قسمی هر کس خوش. سابق ما زمانی که خرد بودیم میگفتن ما میخواییم که در بانک کار کنیم یا اقتصاد بخونیم. ما فکر میکنیم هر کس که در بانک رفتیم کل پیسه از او میشه. یه دیگه باز خونه میشه. فکرهایی بود کودکانه. شما خود معرفی بکنیم؟ سلام علیکم، سید منور شاه هستم، از ولایت کابل. از ولایت کابل فارغ شدی؟ فارغ شدم از صنف 12. چه مدت میشه اینجا تدریس میکنید؟ اینجا ببخشید تدریس نمیکنین، میآموزین. همین سال است اومدیم اینجا. همین سال است. بله. میفهمم همین سال است. اما چند ماه میشه؟ 5 ماه میشه. 5 ماه میشه. چیز آموخته؟ بله. درس های ریاضی رو یاد میگیرین؟ بله یاد میگیریم. وقتی من از مو معادلات خبر میشم یا میشنوم امیالم میترسم. نخیر وقتی که استاد فراموشم نشه، استاد سیما جان ما رو در مکتب تدریس میکرد، استاد فکر میکنم عنوان درس ما جذر بود. وقتی داخل صنف میشم میگفتیم باز جذر ما رو میکشین، آنقدر سخت بود و تا هنوزم از تقسیم به بالا یاد ندارم، شاید تقسیم هم یاد نداشته باشم. یک واقعیت است. انتخاب شما چی خواهد بود در آزمون کنکور؟ رشته طب است از ما. دکتر میشه؟ بله. خبرنگار و سرمایه‌دار، یک دکتر هم ضرورت داره اگر مریض شوه. خب دوستان ارجمند، یک دنیا سپاس از اینکه شما بیننده گزارش ما به گونه زنده از برنامه صبح زندگی تلویزیون جهانی آریانا بودین. از شما دوستا، استاد از شما، از تمامتان یک دنیا تشکر که به ما فرصت دادین که مزاحمت بکنیم. حال هم میریم به طرف استودیو صبح زندگی تلویزیون آریانا. فراموش نکنین پیش از رفتن به استودیو یک رفت برگشت خیلی کوتاه. تشکر از اینکه تا لحظه بیننده گزارش بودین. اگر میخواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین، اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین گزارش های آینده را بیننده باشین، اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین، پس ما را سابسکرایب بکنین.